متظاهرو سطورات الصفر هؤلاء ليسوا في فرنسا. العربيه تظاهرات علیه رژیم در واشنگتن. خبرگزاری فرانسه: معترضین در واشنگتن خواستار تغییر رژیم در ایران شدند. صف‌های طولانی گوشت یخ زده در مراغه و رشت. العربیه در گزارشی از تظاهرات واشنگتن گفت سالها زندان و بازداشت و تلخی شکنجه در زندانهای رژیم ایران باعث شده که بسیاری از ایران خارج شده و به افشای جنایات رژیم ایران بپردازند. یکی از خانمهای شرکت کننده تظاهرات واشنگتن گفت 7 سال از حیات خود را در پشت میله های زندانهای رژیم ایران گذرانده است. العربی افزود تظاهر کنندگان راهها و ابتکارات زیادی را برای جلب توجه افکار جهان نسبت به فضیحت‌های رژیم ایران و موارد نقض حقوق بشر و پایمال کردن حقوق مردم به کار گرفتند. لا نريد أن يكون لدينا أي سجناء سياسيين. طرق عدة حاول من خلالها المتظاهرون لفت أنظار العالم حول فظائع النظام الإيراني وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تظاهرات مقاومت ایران در واشنگتن گزارش داد تظاهر کنندگان در واشنگتن خواهان تغییر رژیم در ایران شدند و قساوت و بیرحمی علیه مردم توسط رژیم تهران را محکوم کردند. تظاهر کنندگان در حالی که شعار تغییر رژیم الان می دادند و بعضی از آنها تصاویر مریم رجوی را در دست داشتند، پرچمهای ایران را تکان می دادند. رادیو بین المللی فرانسه در گزارشی از تظاهرات و راهپیمایی مقابل کاخ سفید گزارش داد طرفداران سازمان مجاهدین خلق ایران با برگزاری یک تظاهرات در واشنگتن خواستار تغییر رژیم در ایران شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان و تصاویر مریم رجوی را حمل می کردند در شعارهایشان خواستار تغییر فوری رژیم در ایران شدند. جمع کثیری از مردم مراغه روز شنبه در خیابان کاشانی این شهر برای تهیه گوشت یخ زده در صف‌های طولانی منتظر ایستاده بودند. در شرکت تعاونی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت صف طولانی برای تهیه گوشت یخ زده برزیلی با قیمت هر کیلو 41,000 تومان تشکیل شد. بهاءالدین و داوود قاسمزاده دو برادر زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به بلا تکلیفی خود با دشقیمان زندان درگیری لفظی پیدا کرده و دست به اعتصاب قضا زدند. این دو برادر زندانی به علت بلا تکلیفی طولانی مدت پرونده خود خواستار اجرای حکم اعدام و یا تعیین تکلیف خود شده بودند. دشقیمان زندان ارومیه در پی این اعتراض و اعتصاب روز شنبه آنها را به سلول انفرادی منتقل کردند. بهاءالدین در زمان بازداشت 17 سال سن داشت. آخوند شیاد روحانی از آخوند رئیسی جلاد به عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم تقدیر و استقبال کرد و گفت انتصاب جناب عالی نشان از مدیریت شایسته شما در مسئولیت‌های پیشین است و دولت آماده همکاری است. آخوند جلاد ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه با حکم خامنه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه رژیم منصوب شد. آخوند روحانی در یکی از گردهمایی‌های انتخاباتی‌اش در همدان گفته بود مردم در پای صندوق‌های رأی اعلام خواهند کرد به آنها که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند رأی نخواهند داد. آخوند رئیسی از اعضای هیئت مرگ در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 دست داشت.